مردم تونس امروز یکشنبه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا از میان دو رقیب باقی مانده یکی را انتخاب کنند. گزارش در این باره. نبیل قروی از حزب قلب تونس و قیس سعید داوطلب مستقل در مناظره تلویزیونی دیدگاه‌های خود را درباره طیف وسیعی از مسائل از بحران در لیبی گرفته تا تنش بین اسرائیل و فلسطینی‌ها بیان کردند. احنا عمرنا ما نجم نتنفس ونقدم كما ما توفاش الازمه الليبيه ما نمیتوانیم بدون حل بحران در لیبی ادامه دهیم. ما نظارگر این بحران از دور هستیم، بحرانی که قدرت‌های جهانی در آن درگیرند. تا زمانی که تونس و الجزایر دخالت نکنند، تفرقه در میان برادران لیبیایی ما ادامه خواهد داشت. ما میتوانیم آنها را متقاعد کنیم از ما بخواهند نقش میانجی ایفا کنیم. قروی در دور اول انتخابات 15% آرا را از آن خود کرد. قیس سعید نیز توانست با کسب 18% از آرا خود را به دور دوم برساند. تونس ستكون عضو غير دائم في مجلس الامن بدايه من جانبي القادم. موضوع مشروعیت بین المللی است و تونس در سال 2020 برای چهارمین بار در تاریخ خود عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد. اکنون برای کنفرانسی درباره لیبی در آلمان برنامه ریزی می شود، اما عدم حضور لیبیایی ها بدین معنی است که مردم لیبی هیچ دخالتی در این کنفرانس نخواهند داشت و این غیر قابل قبول است. بیش از 7 میلیون تونسی واجد اخذ رأی در دومین دور از انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور هستند. شهرام بهرامی، صدای آمریکا.